چهارم تا دهم شوال هفته بزرگداشت بقیع و محکومیت تخریب حرم مطهر ائمه بقیع علیهم السلام نامگذاری شده است و آیت الله العظمی شیرازی نیز چند سال پیش روز هشتم شوال را روز جهانی بقیع نامگذاری کردند. در این روز مراجع معظم تقلید و شیعیان سراسر دنیا با برگزاری برنامه‌های مختلف یاد و خاطره این روز را زنده نگه می‌دارند. در گزارش همکارم به آنچه در این ایام در محکومیت این اقدام شنیع از سوی شیعیان دنیا صورت پذیرفته اشاره شده است که با هم آن را می‌بینیم. طی چند سال گذشته علاوه بر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی از سوی برخی دیگر از مراجع معظم تقلید همچون مرحوم آیت الله العظمی صافی گلپایگانی و آیت الله العظمی وحید خراسانی مراسم عزاداری به مناسبت روز جهانی بقیع برگزار گردیده است. در این ایام شیعیان سراسر دنیا ضمن ابراز انزجار نسبت به این اقدام شنیع آل سعود با برپایی محافل و مراسم بزرگداشت یاد و خاطره این روز را زنده نگه می‌دارند و همه ساله این گونه محافل و مراسم بزرگداشت توسط مجموع رسانه امام حسین علیه السلام به زبان‌های مختلف پوشش داده می‌شود. همچنین در هر سال علاوه بر عراق، شیعیان در هند و پاکستان و بریتانیا با بزرگداشت این روز ویژه برنامه‌هایی را به این مناسبت برگزار و در مظلومیت ائمه مظلوم بقیع علیهم السلام اشک ماتم می‌ریزند. علاوه بر آن در این روز شیعیان در سراسر دنیا با تجمع‌های اعتراضی در مقابل سفارت‌های عربستان سعودی ضمن محکومیت این اقدام شنیع آل سعود بر بازسازی مجدد مرقد مطهر آن امامان بزرگوار تأکید می نمایند. در این راستا موکب ولا و فدا و فتح برای مرقدهای مطهر اهل بیت علیهم السلام در کربلا طی بیانیه ای اعلام کرد: به منظور تجدید بیعت با حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف در حمایت از ائمه اطهار علیهم السلام همانند سالهای گذشته در هشتم شوال در روز جهانی حمایت از ائمه بقیع علیهم السلام وسایل نقلیه از ساعت 7 صبح روز چهارشنبه از مقابل مزار شریف ابن فهد هلی آماده حرکت به سمت بغداد می باشد. در این بیانیه از محبان اهل بیت علیهم السلام دعوت گردیده تا در تجمع اعتراضی مقابل سفارت عربستان سعودی در بغداد نسبت به تقبیح این جنایت بزرگ و هتک حرمت و تخریب حرم مطهر ائمه بقیع حضور گسترده‌ای داشته باشند. گفتنی است برنامه پانوراما در بخش فارسی شبکه امام حسین علیه السلام هم طی شنبه شب، دوشنبه شب و چهارشنبه شب این هفته در ساعت 21 به وقت کربلا به بررسی این موضوع از جنبه‌های گوناگون با حضور کارشناسان مختلف پرداخته است.